سلام و خوش آمدید به یک دیگه از ویدیوهای کانال آدمیرال. انفجار گسترده پیجرها و بیسیمهای نیروهای حزب الله لبنان که منجر به کشته شدن ده ها نفر و زخمی شدن هزاران نفر دیگر شد، بار دیگر ظرفیت فنی سرویس‌های جاسوسی اسرائیل و نقش اثرگذار این سرویس‌ها در درگیری‌های جاری در منطقه را آشکار کرد. عملیات خرابکارانه مرگبار که در فضاهای غیر نظامی شهری انجام شد، سبب ایجاد اجماعی گسترده در میان افکار عمومی جهانیان شد. در حالی که این حملات توسط بسیاری محکوم و از نظر اخلاقی مردود و از نظر قانونی مشکوک ارزیابی شده، اما همچنین این اجماع را نیز به وجود آورده که حملات اخیر از لحاظ فنی بسیار چشمگیر و به شکل وحشتناکی مؤثر بوده. صرف نظر از نوع نگاه به عملیاتی که منجر به کشته شدن ده ها نفر از جمله حداقل دو کودک و زخمی شدن هزاران شهروند دیگر شد، این رویداد بار دیگر سرویس های جاسوسی در سایه اسرائیل را در کانون توجهات قرار داد. ما در این ویدیو از کانال آدمیرال نحوه سازماندهی و اجرا، واحدهای درگیر و اهدافی که اسرائیل از انجام این حملات داشته را از دیدگاه تعدادی از کارشناسان برجسته بررسی خواهیم کرد. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال آدمیرال رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. برای جبران شکست فاجعه بار 7 اکتبر، موساد و سازمان اطلاعات نظامی اسرائیل به شدت به یک پیروزی بزرگ نیاز داشتند. آویوا گاتمن، متخصص سرویس های اطلاعاتی در اروپا و خاورمیانه، میگوید ناکامی در پیشبینی و حتی کمتر پیشگیری از حملات مرگبار 7 اکتبر 2023 سایه سنگین بر کارایی عملیاتی این آژانس ها افکنده بود. او میگوید حملات پیجری اقدامی برای بازسازی اعتبار از دست رفته این سازمانها و نمایش مجدد قدرت آنها بود. جزئیات سازماندهی و اجرای این طرح توسط اسرائیل هنوز مبهم بوده و اطلاعات اندکی که وجود دارد نیز به سرعت در حال تغییر است. تلاش‌ها برای ردیابی منشأ پیجرهای انفجاری پیچیده شده. انفجار هماهنگ این دستگاه‌های کوچک که گفته می‌شود در تایوان ساخته شده و سپس توسط یک شرکت سالس در مجارستان منتاج شده‌اند، اکنون به عنوان بزرگترین عملیات خرابکاری تاریخ که توسط یک سازمان اطلاعاتی انجام شده توصیف می‌شود. اسرائیل مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته، هرچند این همان رویه معمولی است که در این گونه موارد اسرائیل در پیش می‌گیرد. اما نکته ای که تمام کارشناسان روی آن توافق دارند، مهارت فنی لازم برای انجام یک حمله در چنین مقیاسی است. این اولین بار نیست که اسرائیل از وسایل الکترونیکی برای ترور استفاده می کند. در سال 1996 اسرائیل از همین روش برای کشتن یحیی عیاش، عضو ارشد حماس و فرمانده یکی از گردانهای عزالدین قسام استفاده کرد. اما این بار تفاوت بزرگ در مقیاس عملیات بود. کارشناسان اطلاعاتی این توان سازمانی را تا حدی به موساد، سرویس اطلاعات خارجی اسرائیل و تا حدی نیز به یگان 8200 ارتش اسرائیل که مسئول شنود الکترونیک و معادل آژانس امنیت ملی ایالات متحده است نسبت می‌دهند. اما احتمالاً این واحدها نیز به تنهایی از عهده اجرای این عملیات بر نمی آمدند. کلایو جانز، مدیر مؤسسه مطالعات خاورمیانه و اسلامی دانشگاه دورهام، معتقد است موساد با تنها 2000 نیرو، منابع لازم برای رهگیری زنجیره تأمین و دستگاری این همه دستگاه را نداشته. به اعتقاد این کارشناس، هماهنگی‌های دقیق مورد نیاز برای اجرای این عملیات احتمالاً شامل یگان محرمانه 504 اطلاعات نظامی اسرائیل نیز بوده که مسئول نظارت بر شبکه جاسوسان اسرائیلی در کشورهای همسایه است. کلایو جونز لبنان را یک هدف کاملاً در دسترس برای این یگان می‌داند که احتمالاً با همکاری موساد توانسته عناصری در جامعه شیعی لبنان و یا جوامع همسو با آن را شکل دهد که قادر به شناسایی شبکه‌های توزیع بودند.
او میگوید با توجه به گستردگی حمله، جاسازی مواد انفجاری نیاز به واحدهای تخصصی به ویژه یگان زبده‌ای در سپاه مهندسی ارتش اسرائیل داشته. همان متخصصانی که در سال 1996 توانسته بودند در تلفن همراه یحیی عیاش بمب کار بگذارند. عملیات پیجرها آشکارا مستلزم سطحی دقیق از هماهنگی بین سازمانهای اطلاعاتی مختلف طی چندین ماه بوده. این موضوع نشانه ایست که سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل درس‌های سختی را از شکست‌های پیشین آموختند. رونین برگمن، روزنامه نگار مشهور اسرائیلی، معتقد است جنگ یوم کیپور که در آن اسرائیل با شکست اطلاعاتی وحشتناکی مشابه اکتبر 2023 مواجه شد، نیاز به همکاری و هماهنگی دقیق بین شاخه‌های مختلف اطلاعاتی این کشور را برجسته کرد. به گونه ای که اسرائیل توانست موفق‌ترین نمونه از هماهنگی در چنین سطحی را از سال 1973 در این عملیات به نمایش گذارد. اگرچه حدس و گمانهای زیادی در مورد اینکه پیجرهای بمب‌گذاری شده از کجا آمده‌اند وجود دارد، اما شیر مور، یکی از اعضای سابق واحد 8200 که اکنون به عنوان متخصص امور ایران در تیم بین‌المللی مطالعات امنیتی ورونا مشغول به کار است، اعتقاد دارد قرار دادن دستگاه‌ها در موقعیتشان نمی‌توانسته کار آسانی باشد. به نظر مور، صرف نظر از روش انجام، پیچیده ترین بخش کار اطمینان از نفوذ یا دسترسی به دستگاه‌ها بدون شناسایی بوده، به ویژه در یک سازمان بسیار منضبط و محافظت شده مانند حزب الله. در حالی که انفجار ناگهانی هزاران وسیله در آن واحد توجه جهانیان را به خود جلب کرده، اما مور از بین بردن شبکه ارتباطی میان اعضای حزب الله را نیز از اهداف اصلی این عملیات می‌داند. احتمال زیاد همان بازیگرانی که حمله را انجام دادند از این دستگاه‌ها برای جاسوسی، استراق سم و جمع‌آوری اطلاعات مهم قبل از حمله نهایی نیز استفاده کردند. اما اگر هدف جاسوسی و ایجاد اخلال در ارتباطات حزب الله بوده، پس چرا اسرائیل پیجرها را منفجر کرد؟ استیون واگنر، مورخ و متخصص آژانس‌های اطلاعاتی خاورمیانه، معتقد است این اختلال می‌توانست بدون آسیب رساندن به افراد نیز انجام شود. دان لوماس از دانشگاه ناتینگهام می‌گوید که یکی از اهداف این حملات ممکن است تقویت این باور باشد که اسرائیل برای نابودی دشمنان خود حاضر است دست به هر اقدامی بزند. او میگوید عملیات پیجرها یک بار دیگر نشان داد که جامعه اطلاعاتی اسرائیل تا چه اندازه بیرحم و در عین حال مؤثر است و این تنها تازه ترین مورد از سلسله اقدامات تهاجمی است که اسرائیل علیه دشمنان خود انجام داده. اما فرضیه دیگری حکایت از این مسئله دارد که زمان اجرای این حملات میتواند به خطر قریب الوقوع کشف ایراد دستگاه ها مرتبط بوده باشد. گاتمن به گزارش‌های اشاره می‌کند که نشان می‌دهد دلیل اجرای عملیات در روز سه‌شنبه این بوده که سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل از کشف توطئه خود توسط حزب الله آگاهی یافته بودند. در واقع نقشه اصلی اسرائیل این بوده که پیجرها را در زمان آغاز حمله همه‌جانبه به لبنان منفجر کند. از دید این کارشناس، اگر جنگی بین اسرائیل و لبنان رخ دهد، از دور خارج کردن ناگهانی بخش‌هایی از نیروهای بلندپایه حزب الله می‌تواند در آستانه حمله اسرائیل به آن سوی مرز تفاوت معناداری را ایجاد کند. ارتش و نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل روز بعد از حمله از آغاز مرحله جدیدی از جنگ سخن گفتند و تلاش کردند تا با جنگ روانی هدف بزرگتری را محقق کنند. در این مرحله هدف بزرگ اسرائیل بازگرداندن ساکنان مرزهای شمالی است که به دلیل تبادل آتش در ماه‌های گذشته بین نیروهای اسرائیلی و لبنانی از آنجا فرار کردند. در واقع اسرائیل می‌تواند امیدوار باشد بدون آغاز یک جنگ تمام عیار علیه لبنان از هرج و مرج در صفوف حزب الله برای دستیابی به این هدف بهره گیرد. به همین ترتیب تصمیم برای منفجر کردن صدها دستگاه بیسیم در روز بعد نیز می‌تواند انعکاسی از همین منطق باشد.
ابتدا با پیجرها شوک سراسری به لبنان وارد می شود و بعد از آن که نیروهای حزب الله تصمیم می گیرند تمام وسایل ارتباطی خود را کنار گذاشته و تنها از بیسیم‌های امن خود برای برقراری ارتباط استفاده کنند، بار دیگر این دستگاه‌ها نیز منفجر می شوند. جنگی روانی که قصد دارد با الغای این که هر چیزی که حزب الله به نیروهای خود می‌دهد می‌تواند علیه آنها استفاده شود، رهبران این گروه را بی‌اعتبار کند. اما در این میان نکته‌ای که حامیان اسرائیل را نگران کرده این است که ممکن است تبعات این عملیات خرابکاری آنگونه که سیاستمداران این کشور انتظار دارند نباشد. رونین برگمن معتقد است اگر این تشدید تنش به جنگ منجر نشود، میتواند یک عملیات موفق تاکتیکی به سمت جیمز باند ارزیابی شود. اما این خطر نیز وجود دارد که شاید این موفقیت در نهایت منجر به یک فاجعه شده و آغازگر جنگی ناخواسته و ویرانگر باشد. یک جنگ تمام عیار اگرچه ممکن است آرزوی بخشی از دولت مردان تندروی اسرائیلی باشد، اما همه تحلیلگران بر این نکته اجماع دارند که در نتیجه این رویارویی منطقه در جنگی مرگبار فرو خواهد رفت که عواقب غیر قابل پیشبینی برای هر دو طرف در پی خواهد داشت. نظر شما در مورد عملیات اخیر اسرائیل چیست و به نظر شما تنش‌ها در منطقه به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها با ما در میان بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.